درس ما خوش اومدید. این جلسه میخواییم با همدیگه دامنه تابه رو بشناسیم. منظورمون از دامنه تابه چیه؟ وقتی که میگیم دامنه یک تابه، منظورمون تمام ایکس ها یا ورودی هاییه که میتونیم به یک تابه بدیم و خروجی های معتبر و قابل قبولی ازش بگیریم. میدونم تعریف ثقیلیه، خیلی هم قابل فهم نیست، اما میاییم با مثال قابل فهمش بگیریم. تابع fx رو در نظر بگیرید که ضابطش برابر x2، یعنی وقتی که x رو میگیره به توان 2 میرسه. میخواییم ببینیم دامنه این تابع چیه. خب ما اگر هر xی از x از اعداد حقیقی به این تابع بدیم، یه خروجی ازش میدیم. ما هر xی میتونیم بهش بدیم، هیچ محدودیتی نداریم. پس اگه بخواییم دامنه این تابع رو تعریف کنیم، میگیم x های ورودیش عضو مجموعه اعداد حقیقی. همه اعضای مجموعه اعداد حقیقی میتونن یک ورودی برای این تابه باشن. پس کل اعداد حقیقی دامنه این تابه. حالا اگه همین تابه رو یه ذره ضابطش رو تغییر بدیم و تبدیلش بکنیم به fx، به قسمی که fx مساوی 1 به روی x دو. خب میخواییم ببینیم دامنه این تابه چی؟ یادتونه که x دو اگر تابه x ضابطش x دو بود، همه اعداد حقیقی رو میگیره. ولی اینجا یه فرق داره. ما اگر به این تابع صفر بدیم، خروجش میشه 1/0، که اصلا عدد قابل قبولی نیست و عدد تعریف شده نیست. پس ما نمیتونیم صفر به عنوان ورودی به این تابع بدیم، چون 1/0 میشه خروجش که یه عدد قابل قبولی نیست. شاید هم بهتر بگیم اصلا عدد نیست. پس اگه بخوایم دامنه این تابع رو تعریف کنیم، میگیم x عضو آره، یعنی عضو مجموعه اعداد حقیقیه، ولی x مخالف صفره، یعنی تمام اعضای مجموعه اعداد حقیقی بجز x بجز صفر. خب حالا فرض کنید مثلا یک تابع کسری دیگه ای داریم، مثلا fx مساوی 1/x منهای 3. یادتونه که توی وقتی که تابع ضابطش کسری میشد، باید نگاه بکنیم که چه عددی اگر به این تابع بدیم مخرج رو برابر صفر میکنه. یعنی چی؟ یعنی خروجی یه عددی به روی صفر میشه، اینجا 1/0 میشه که در واقع خروجی دیگه اون موقع عدد نیست. پس اینجا میگیم که به ازای چه مقداری x منهای 3 مساوی 0، که خب خیلی راحته، میدونم همتون به ازای x مساوی 3 این تابع خروجی قابل قبولی نداره. پس دوباره اگه بخوایم دامنه این تابع رو بنویسی، میگیم تمام اعضای مجموعه اعداد حقیقی به غیر از x مساوی 3، یا اینجوری بهتره بگم تمام مجموعه اعداد حقیقی به طوری که فقط x مساوی 3 نیستش. خب یه مثال دیگه هم حل میکنیم از دامنه تابع، میریم سراغ بحث بعد، میریم سراغ یه مثال، یه سری مثال متفاوت. تابع fx مساویه با رادیکال x منهای 3 رو در نظر بگیرید. یادتونه که قبلا میگفتیم اون عددی که ما ازش رادیکال میگیریم همیشه باید بزرگتر مساوی 3 باشه. چرا؟ چون ما از عدد بزرگتر مساوی 0 باشه، ببخشید. اما چرا؟ چون ما از عدد منفی نمیتونیم رادیکال بگیریم. رادیکال عدد منفی تعریف نشده. حالا به ازای چه x هایی حاصل زیر رادیکال ما بزرگتر از صفره؟ یعنی x منهای 3 به ازای چه x هایی بزرگتر از صفر؟ اگه این نامساوی رو حل بکنیم، میبینیم که به ازای x های بزرگتر از 3 حاصل x منهای 3 بزرگتر مساوی صفره. خب دوباره اگه من بخوام تابع دامنه این تابع رو بنویسم به شکلی که بالا می نوشتم، میگم تمام اعداد حقیقی، تمام اعداد حقیقی که بزرگتر مساوی 3 هستن. یه شکی هم من اینجا دارم، من نمیدونم وقتی که بخوام بگم به طوری که، یعنی بگم تمام اعداد حقیقی به طوری که بزرگتر مساوی 3 باشن، نمیدونم دو نقطه باید بذارم یا خط. شما هر کدوم همون روشی که ادامه میدید و ادامه بدید با توجه به دانش خودتون که دارید. من یه شک، متاسفانه این موضوع یادم رفت. حالا میریم یه مثال آشنا از کتاب درسی. سوال کتاب درسی اینه که اول شما تشخیص بدید که هر کدوم از این نمایش ها کدومشون نمایش یک تابه است، و اگر این نمایش تابه است دامنه این تابه چیه. خب اولی، اگر جلسه قبلیاتون باشه، اولین نمایش نمایش
نمودار ون یک تاب است. یادتونه گفتیم که چجوری میفهمیم از روی نمودار ون آیا اون نمایش یک تاب است یا نه؟ آفرین، درسته. از ورودی، هر ورودی تنها میتونه به یک خروجی تبدیل بشه، یعنی از ورودی تنها باید یک خط خارج بشه و عدد مربوطه رو به عدد خروجی ها بس کنه. اگه یادتون هم باشه مجموعه ورودی ها مجموعه سمت چپ و مجموعه خروجی ها مجموعه سمت راست بود. همونطور که دیدید تو این نمایش از تمام ورودی ها تنها یک خط خارج شده، یعنی تمام ورودی ها یعنی هر ورودی تنها به یک خروجی تبدیل شده. پس این نمایش یک تاب است. حالا وقتی می‌پرسن دامنه تابه، دامنه تابه گفتیم که تمام ورودی هایی که میتونیم به x بدیم و خروجی ازش بگیریم، خروجی قابل قبول. نمودار ون خیلی راحت دامنه تشخیص دادن. شما هر عددی که توی مجموعه سمت چپ یعنی مجموعه ورودی ها میبینید همون در واقع دامنه تونه. خیلی راحت تمام شما عدد دامنه رو میتونید توی مجموعه سمت راست سمت چپ بخشی ببینید که اینجا 2, 1, 0, -1 و -2 هستش. خب این از نمودار ون. با تشخیص این که آیا یک نمایش نمودار ون نمایش یک تابه هست و دامنه هاشی آشنا شد، حالا میریم سراغ مثال بعدی. مثال سمت چپ رو در نظر بگیرید. آیا این یک تابه است؟ یادتونه گفتیم چجوری از روی نمایش تابه برای مفهوم مختصات تشخیص بدیم که تابه است یا نه؟ درسته؟ از هر x اگر ما یک خط موازی محور y رو بکشیم، اون رو نمایش تابه رو باید تنها در یک نقطه قطع بکنیم. اینجا که اتفاقا فقط هم تابه 4 تا نقطه، خیلی راحت ببینیم که هر x تنها و تنها به یک ایگرگ تبدیل شده، یعنی شما هیچ ایکسی پیدا نمیتونید بکنید که در ازای اون دو تا ایگرگ برای این تابه وجود داشته باشه. خب حالا من برای که مشخص تر بشه یه نقطه به این میخوام ببینم چه نقطه ای من اگه به این تابه اضافه کنم اون دیگه تابه است. مثلا در نظر بگیرید که این تابه یه نقطه دیگه مثل 4 و 2 داشت. 4 و 2 رو من روی صفحه ببینید من نقطه رو اضافه. اگر این نقطه 4 و 2 وجود داشت دیگه این نمایش نمایش یک تابه نبود. چرا؟ چون من اگر از 4 یه خط موازی با محور y رسم می‌کردم اونو در دو نقطه 4 و 2 و 4 و 4 قطع می‌کردم. پس دیگه یک تابه نبود، زیرا به ازای یک ورودی یعنی ورودی 4 دو تا خروجی داشت. اما مثال اصلی کتاب که فقط 4 تا نقطه داره یه تاب است. خب حالا برد این دامنه این تابه چیه؟ تمام x هایی که به ازای ما خروجی داریم. اینجا هم خیلی راحته. نگاه میکنیم که 4 تا نقطه توی تابه داریم که نقاط 1, 2, 3, 4 هستن. پس برد این تابه میشه، ببخشید من نمیدونم چرا اینو اشتباه میکنم، دامنه تابه میشه 1, 2, 3, 4. خب مثال بعدی میخوام خودتون بگید آیا این نمایش یک تابه هست یا نه؟ میدونم جواب همتون نه، چون به ازای نقطه 2 ما 3 تا خروجی مختلف داریم، یعنی به ازای یک ورودی 3 تا خروجی داریم. پس این دیگه تابع نیست، پس دیگه لازم نیست دنبال دامنه هم بگیریم، مثلا دامنه براش تعریف نشد. خب بریم سراغ مثالای بعدی. خب دوباره y مساوی x2 رو میبینیم اینجا. میدونم دیگه احتمالا از این مثال خسته شدید، ولی خب یک بار دیگه با هم دیگه پیش میریم. آیا این یک تابه است؟ میدونم که جوابتون بله است، چون انقدر این مثال ما تکرار کردیم دیگه شما حفظ شدید احتمال. ولی همونطور که میبینی اگه ما از هر ایکسی یک خطی موازی محور ایک رکا بکشیم، منحنی تابه رو فقط و فقط در یک نقطه قطع میکنه. خب کم کم انقدر سرعتتون زیاد میشه که دیگه لازم نیست خط هم بکشید، به صورت چشمی میتونید تشخیص بدید که آیا به ازای یک x بیشتر از دو تا y بیشتر از یک y وجود داره یا نه. حالا دامنه این تابه f(x) مساوی x رو چی؟ همونطور که میبینید ما از منفی بی نهایت میتونیم به این تابه عدد بدیم و خروجی بگیریم تا مثبت بی نهایت. پس من اگه بخوام دامنه این تابه رو بگم، میگم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت دامنه این تابه است، یعنی x عضوی از x هایی که عضوی از مجموعه عدد حقیقی، تمام مجموعه عدد حقیقی دامنه این تابه است. خب مثال بعدی تابه است یا نه؟ سریع آفرین تابه است. چرا؟ چون دوباره به ازای هر x یه y داره، یک بخشت خروجی داره. حالا بردش چیه؟ با هم دیگه به شکل نگاه میکنی؟ ببخشید من چرا انقدر این اشتباه رو تکرار میکنم؟ دامنه این تابه چیه؟
دامن این تابه رو اگه نگاه بکنید میبینید که از x های بزرگتر از صفر شروع میشه و تا کجا میره. برای اینکه بفهمیم تا کجا میره، من میام از نقطه انتهاییش یک خط موازی محور y ها وصل میکنم، ببینم x تا کجا قطع میکنه. تقریبا 2.5 فکر میکنم، یک ذره از 2.5 بیشتره، ولی ما برای سادگی کار 2.5 در نظر میگیریم. پس دامنه این تابه چی میشه؟ x های عضو مجموعه اعداد حقیقی به قسمی که x بین بزرگتر مساوی صفر و کوچکتر مساوی منفی ببخشید 2.5. خب این بود چند تا مثال که حل کردیم و با مثال با دامنه تابه آشنا شدیم. امیدوارم این جلسه هم براتون جلسه خوبی بوده باشه و در جلسات بعد بازم همدیگر رو ببینیم. فعلا خدافظ.